چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم. نوشته زویا پیرزاد. قسمت 24. بعد از خنکی و تاریکی میلک بار، گرما و نور خیابان دلچسب بود. حس کردم حالم بهتر شده. حس کردم سبکترم. از جلوی سینما رکس گذشتم. دم گیشه صف درازی بود. همه مرد، بیشتر عرب. این وقت صبح چرا سر کار نبودند؟ برنامه آینده سینما فیلم تام بندنگشتی بود. به عکس‌های فیلم نگاه کردم. تام بندنگشتی نشسته بود روی قرقره‌ای که صندلی‌اش بود. پشت فنجان دمرویی که میزش بود و با انگشتانه‌ای که لیوانش بود آب می‌خورد. جلوی سینما مرد عربی روی گاری میگوی خشک میفروخت. دماغم را گرفتم و تند رد شدم. با خودم گفتم تا دو قلوها هم مثل آرمن آستین سر خود نشدند بیاییم فیلم را ببینیم. شلواری را که آرمن مدتها بود نشان کرده بود خریدم با این شرط که اگر اندازه نشد عوض کنم. از مغازه بیرون آمدم. دلم نمیخواست برگردم خانه. دلم میخواست راه بروم و فکر کنم، یا شاید راه بروم و فکر نکنم. راه رفتم و فکر کردم. مدام در خانه ماندن و معاشرت با آدم‌های محدود و کلنجار رفتن با مسائل تکراری کلافه‌ام کرده. باید کاری بکنم برای دل خودم، مثل خانم نوراللهی. از جلوی قنادی نگرو گذشتم و یاد میهمانی پنجشنبه شب افتادم. برگشتم رفتم تو. شیرینی خشک خریدم و آجیل. جبه‌های آجیل و شیرینی و بسته شلوار به دست از قنادی بیرون آمدم و سینه به سینه امیل سیمونیان شدم که از روبرو می آمد. حس بیمورد خودم بود یا واقعا هول شد. تا فکر کنم این وقت روز چرا سر کار نیست گفت راستش حالم خوب نبود، یعنی حوصله کار کردن نداشتم. مرخصی استعلاجی رد کردم. اومدم بازار دستکش باغبونی و بیلچه بخرم. باز تا فکر کنم بازار که آن طرف است گفت اگه عجله نداری همراه میای؟ نمیدونم کجا دنبالش بگردم. چرا اینقدر هول بود؟ انگار یکی گفت شاید چون به تو برخورد. نفهمیدم کدام ور ذهنم بود. گفتم برای اینجور چیزا باید به مغازه انجمن باغبانی سر بزنیم. بسته ها رو از دستم گرفت و پرسید کجاست؟ تاکسی گرفتیم و به راننده گفتم فلکی الفی. روبروی مغازه انجمن باغبانی دست فروشی کنار پیاده رو زیتون و خیارشور میفروخت با برگ مو. فکر کردم برای پنجشنبه شب زیتون و خیارشور بخرم. خریدم. امیل با بیلچه و دستکش و چند بسته تخم گل از مغازه بیرون آمد. تخم گل نخودی خریدم. بعد به بساط دست فروش نگاه کرد. عاشق دلمم، خدا میدونه چند وقت نخوردم. برگ مو خریدم. سوار اتوبوس خط بارده شدیم. تمام راه حرف زدیم و نمیدانم چند بار گفتیم چه جالب، منم همینطور. دم در بسته ها را داد دستم و گفت باور کن تعارف نمی کنم. با هیچ کس این همه حرف برای گفتن ندارم. درست کردن مایه دلمه که تمام شد شب شده بود. بارتوش گفتم بچه ها رو میبری فیشن چیپس بخورن؟ دو قلوها از خوشی جستند هوا و آرتوش لابود فکر کرد برای آشتی پاپیش گذاشتم. مایه دلمه را گذاشتم توی یخچال و گفتم برای پنجشنبه شب کلی کار دارم. بستن در یخچال را طول دادم که نگاهم به نگاه هیچ کدام نیفتد. دو قلوها دست روی دهان که رنگ قرمز کل اید را روی لبهایشان نبینم از در زدن بیرون. پشت سرشان گفتم چه ماتیک خوش رنگی. دست از روی دهان برداشتند و خندیدن. در خانه را که میبستم گفتم دیرم برگشتین برگشتینا. از وسط راه باریکر چهار نفری با تعجب نگاهم کردند. روبروی پنجره اتاق نشیمن ایستادم. چراغ نشیمن G4 روشن بود. فکر کردم چی کار میکنه؟ شاید با مادرش داره حرف میزنه یا کتاب میخونه. شایدم. پرده را تند کشیدم و رفتم آشپزخانه. سبد برگ مو را گذاشتم روی میز و مایه دلمه را از یخچال بیرون آوردم. تا اولین دلمه را پیچیدم و گذاشتم توی دیگ، دوور ذهنم کشمکش را شروع کردن. خیلی احمقی. چرا؟ کجا این که دو نفر علاقه های مشترک داشته باشن اشکال داره؟ هیچ اشکالی نداره، ولی
حالا چون یکی زنه و یکی مرد نبود با هم حرف بزنن؟ فقط حرف بزنن؟ البته که فقط حرف بزنن. تنها کسیه که حرفمو میفهمه. بس که تنهایی با خودم حرف زدم دیوونه شدم. بس که هر کاری رو به خاطر دیگران کردم خسته شدم. این هم جوابم. بچه‌م فکر میکنه قرقرو و ایرادگیرم. شوهرم حاضر نیست یک کلمه با من حرف بزنه. مادر و خواهرام فقط مسخرم میکنن و نینا که مثلا با هم دوستیم فقط بلد کار بکشه. مثل همین الان. مثل همین الان که باید برای آدمایی که هیچ حوصله‌شون رو ندارم غذا درست کنم. حوصله هیچ کدومو نداری؟ چرا داری دلمه درست میکنی؟ برای کی داری درست میکنی؟ خیلی احمقی. آخرین دلمه رو گذاشتم توی دیگ و خیره شدم به گل نخودی های روی هره. پنجشنبه شب میهمان ها در زود آمدن با هم مسابقه گذاشتن. دو قلوها و صوفی روی تاب حیاط نشسته بودند. هر بار تاب بالا میرفت سه نفری با جیغ و خنده دست دراز میکردن طرف درخت بید و سعی میکردن شاخه های نازک و سبز را بگیرن. بید کنار تاب و هر بید دیگری همیشه شعر پاروانای هوانس تومانیان را یادم میآورد که بچگی بس که خوانده بودم کما بیش حفظ بودم. رو به پنجره و بید خیار و گوجه فرنگی خورد کردم و بلند بلند قسمتی را که خیلی دوست داشتم خواندم. سینج ها نواختند، شاهزاده خانم زیبا و پادشاه سپید مو نمایان شدند. دختر چون هلال ظریف ماه، پدر چون ابری سنگین. ابر و ماه سر بر شانه یکدیگر. با صدای نفس و خشخش لباس سر برگرداندم. دو قلوها و صوفی دم در آشپزخانه ایستاده بودند. صوفی گفت: چه شعر قشنگی خاله. آرمینه گفت: از اول بخون. آرسینه گفت: بخون دیگه. خندیدم: از اول که حفظ نیستم. آرمینه گفت: خب پس قصه شو تعریف کن. آرسینه گفت: تعریف کن دیگه. پوست های خیار را ریختم توی سطل زباله. 100 دفعه از روی کتاب براتون خوندم. آرسینه گفت: خب برای صوفی تعریف کن. آرمینه گفت: حتما قصه شو بلد نیستا. دوتایی از صوفی پرسیدن: بلدی؟ صوفی سر تکان داد که بلد نیست. روغن زیتون و آب لیمو را گذاشتم روی میز، شروع کردم به درست کردن سس سالاد و قصه را تعریف کردم. بالای کوهی بلند پادشاهی زندگی می کرد که دختر زیبایی داشت. دختر که بزرگ شد و قرار شد عروسی کنه، از 4 طرف دنیا شاهزاده های زیادی اومدن خواستگاری دختر. پادشاه سیبی طلایی داد به دختر و گفت: هر کدوم از شاهزاده ها رو که به شوهری انتخاب کردی سیب رو به طرفش بنداز. دخترها دور میز نشستند و دست زیر چانه منتظر بقیه قصه نگاه هم کردند. برای اولین بار فکر کردم چه بامزه که دختر شوهر انتخاب می کند و نه برعکس. دستم را که از روغن زیتون چرب شده بود کشیدم به پیشبند. شاهزاده ها گفتند هرچه دختر پادشاه بخواد براش میارن. طلا، جواهر، ستاره های آسمون و حتی ماه آسمونو. صوفی گفت: خوش به حال دختر پادشاه. من اگه بودم ماه رو میخواستم و همه جواهرات و همه شکلات های دنیا. دو قلوها با هم گفتن هیس. سس سالات را هم زدم. دختر پادشاه گفت: طلا و جواهر و ماه و ستاره آسمون به چه دردم میخوره؟ من از شریک زندگیم فقط یه چیز میخوام: آتیش عشق واقعی. دو قلوها به صوفی نگاه کردند که با دهان باز به من نگاه میکرد. نمک و فلفل زدم به سس. خواستگارها تا کلمه آتیش رو شنیدن با این خیال که شاهزاده خانم آتیش راست رسکی میخواد منتظر شنیدن بقیه حرفش نشدند و تند و تاخت زنان رفتن دنبال آتیش و شاهزاده خانم منتظر موند. زدم روی دست آرمینه که داشت از ظرف سالاد کاهو بر میداشت. و شاهزاده خانم سالها و سالها منتظر موند و منتظر موند تا سرآخر از غم و غصه سرش رو زیر انداخت و اونقدر گریه کرد که از اشکاش برکه‌ای درست شد و قصر پادشاه رفت زیر آب. هر سه با سرهای کج نگاهم می‌کردن. ظرف سالاد را گذاشتم روی پیشخوان. هر درخت بیدی که می‌بینین همون دختر پادشاه است که هنوز که هنوزه سر به زیر گریه میکنه و شاهزاده ها
همون شب پره ها هستن که هنوز که هنوزه شبها دور چراغ ها میچرخن تا برای شاهزاده خانم آتیش ببرن. گنجشکی به توری پنجره خورد، جیکی کرد و پرید. آرمینه گفت: تفلک درخت بید. آرسینه گفت: تفلک شب پره ها. صوفی هنوز با دهان باز نگاه هم میکرد. آلیس کنار یوپ نشسته بود، ریز ریز میخندید و پلک ها را با موجه های ریمل زده تون تون باز میکرد و میبست، این راپونزل وقت هایی که بچه ها کج و راستش میکردن. مادر از صندلی روبرو انگار مسابقه پینگ پونگ تماشا کند، نگاهش بین آلیس و یوپ در رفت آمد بود. آرتوش و امیل شطرنج بازی میکردند. امیلی کنار پدرش نشسته بود، زانوها جفت هم و دستها زیر چانه به فرش نگاه میکرد. آرمن با شلوار جدید بالای سر آرتوش ایستاده بود. آن طرف اتاق ویولت آلبوم عکسهای عروسی من و آرتوش را برق میزد. خودش با اصرار خواسته بود آلبوم را ببیند. گارنیک و نینا گاهی با آلیس و یوب و گاهی با مادر و بیشتر دوتایی با هم حرف میزدند و هر چند دقیقه یک بار بهانه‌ای برای خندیدن پیدا میکردند. ویولت پرسید: چرا یکی از عکس‌های عروسی رو قاب نمی‌کنی بزنی به دیوار؟ داشتم دنبال جواب می‌گشتم که امیلی دو دستش را گذاشت روی گونه‌ها. وای، گل کفشم نیست. همه به کفش‌های امیلی نگاه کردیم. یک لنگه از کفش‌های یشمی گل سفیدی داشت و لنگه دیگر نداشت. آرمن جلو آمد: حتما افتاده همینجاها، بگردیم پیدا کنیم. امیلی به پدرش نگاه کرد و سرکچ کرد. امیل لبخند زد: برو بگرد، شاید پیدا شد. امیلی یواش از جا بلند شد، دست کشید به دامنش که سیاه بود و تنگ و همراه آرمن از اتاق بیرون رفت. ویولت آلبوم به دست آمد نشست جای امیلی. آرتوش به امیل گفت: کیش، امشب اصلا حواست نیستا؟ ویولت آلبوم را بست. به بهانه آوردن نوشیدنی رفتم آشپزخانه. مطمئن بودم وقتی که امیلی آمد جفت کفش ها گل داشت. مطمئن بودم چون تا کفش ها را دیدم فکر کردم این کفش هایی که چند هفته پیش خریدم. من کفش بچگانه خریده بودم یا دخترک کفش زنانه؟ بین آشپزخانه و اتاق نشیمن می رفتم و می آمدم. این مهمانی اجباری کی تمام می شود؟ با خودم گفتم همه که رفتند و ظرف ها را که شستم و جمع و جور که کردم توی راحتی سبز لم می دهم و قصه ساردو را می خوانم تا بفهمم بالاخره مرد قصه چه می کند. یاد صبح افتادم که رفته بودم دوباره از خانم سیمونیان دعوت کنم شب بیاید. این بار کسی مجبورم نکرده بود، خودم خواسته بودم. در را که باز کرد فکر کردم مریض است. رنگش پریده بود و زیر چشم ها گود افتاده بود. لباس بلند و گشاد سفید پوشیده بود. رفتیم به اتاق نشیمن و در جوابم که حالش را پرسیدم گفت: دیشب بد خوابیدم. تا حرف مهمانی را پیش کشیدم چنان نی محکمی گفت که جرأت نکردم اصرار کنم. مهمانی زیاد مسئله‌ام نبود، میخواستم حرف بزند، از مرد چشم سبز، از امیل، از زن امیل، مثل فیلمی که برنامه آیندهش را دیده باشی و بخوای همه‌اش را ببینی. اما همسایه‌ام انگار اصلاً حوصله حرف زدن نداشت. آنقدر ساکت به قالیچه کف اتاق خیره شد که ایستادم و خداحافظی کردم. اصرار نکرد بمانم. رفتارش سرد بود. انگار نه انگار همان زنی است که چند شب پیش خصوصی‌ترین اتفاق‌های زندگیش را برایم تعریف کرده.